بسم الله الرحمن الرحیم در بحث های صادراتی محاسبه هزینه تمام شده صادراتی که بحث های بسیار مهمه شما در بحث تجارت و معامله با مشتری هایی که دارید باید قیمت تمام شده رو بتونید بهشون اعلام کنید اعلام قیمت به صورت قیمت در تحویل در به یا اکس ورک یکی از اشتباهات رایج تاجرها و فروشنده های ما در کشور هست اگر خیلی از کارخانه ما با وجودی که محصولات خوب و خوش قیمتی دارن نمیتونن صادر کنن به خاطر اینه که نمیتونن به درستی به مشتریشون قیمت بدن من اگر امروز به عنوان صادر کننده قیمت محصولم در یک شهرستان یا در هر منطقه اعلام کنم در به کارخونه و مشتری من نمیتونه امور رو به صورت کامل انجام بده و با مشکلات همراه میشه و این مشکلات موجب این میشه که صادرکننده در این بازار با چالش های خاص خودش رو پیش بره و مشتری شما نتونه با شما کار کنه اصطلاحا چون سرویس خوبی بهش نمیدید معامله کردن با شما برای اون رقابت انگیز نیستش و ترجیح میده با کشور دیگه یا مجموعه دیگه در دنیا کار کنه که این شرایط بهترش امروز من مختصری نحوه کار توضیح میدم با توجه اینکه خیلی از شما بارها درگیر شدید امروز دوباره این بحث رو مطرح میکنم قیمت تمام شده به صورت CFR CFR فرید به این صورت حساب میشه حالا مدل های دیگه هم بهتون میگم اما این مختصر داشته باشه اگر کالاتون قرار دریایی هم بشه چون اکثر شما بحث حمل نقلتون به صورت هست ابتدا باید هزینه هم تا بندر رو بدونید یعنی مثلا کالای من هر شهری که از کشور هست از این شهر تا بندر عباس یا بندری که قرار از اون صادر بشه چقدر هزینه هم میخواد آقا یه تریلی 5 تومن یه تریلی 9 تومن یه تریلی 10 تومن هر چقدر هست هزینه شو باید حساب کنید این یک هزینه ای داره یه عددی داره یک چند میلیونی عدده این عدد از اینجا تا بندر عباس محاسبه میشه به علاوه هزینه ترخیص و استافینگ ترخیص چیه اینکه امور کاغذی و نمیدونم کارات رو انجام بدن یه کسی که کار امور کاغذی تا انجام میده و کسی که کار استافینگ یا بارچینی یعنی قرار دادن بار داخل اون کانتینر رو انجام میده وقتی شما کالا رو دارین میفرستین بندر عباس با همون تریلی نمیشه حملش کرد باید بره داخل یک کانتینر دیگری و داخل اون کانتینر مرتب قرار بگیره به نحوی که در تیم مسیر آسیب نمیره به این میگن استافینگ استافینگ کردن یا بار چینید کردن در کانتینر خودش یه های خاصی میخواد مخصوص خودش و حالا کسی که داره این کارو انجام میده بلده اگرچه خب باز هم با شما نکات کافیشو رعایت کنین تا کالاتون از بین پس یه هزینه هم تا بندر دارین یه هزینه ترخیص و استافینگ دارید یه هزینه کارت بازرگانی اگر کارت بازرگانی متعلق به خودتونه که هیچ هزینه شوند اگر متعلق به خودتون نیست اون کسی که در این کار انجام میده یه عددی از شما پول میگیره به اضافه هزینه THC Terminal Handling Charge Terminal Handling Charge THC به اضافه هزینه حمل دریایی یا مثلا اجاره کانتینر هر کدوم از این معمولا یکی مثلا میگه آقا هر کانتینر اجارش هست 500 دلار تا مثلا ناواشیبا. تا مثلا چیتاگونگ تا مثلا مندرا تا هر جا که مثلا گفتش مشتری شما اون مسیری که داره میگه این هزینه حمله بهش اضافه میشه پس شامل چی میشه هزینه هم تا بندر هزینه ترخیص هزینه کارت بازرگانی هزینه تی سی و هزینه حمل و نقل دریایی اینها همه میشه جمع کلتون هزینه هم تا بندر رو شرکت حمل و نقل زمینی باید بهتون بگن زمین میزنی آقا باربری. باربری های زمینی که تا... آقا چقدر میگیری تا مثلا بندر خود اون کارخونه میدونن چون با باربری های مختلف کار میکنن پس اگر خودتون تولید کننده نیستین یا اگر هستین که شرکت حمل میشناسید اگر نیست از خود کارخونه بپرسین آقا تا بنده چقدر حمل میکنی برای من هزینه ترخیص و استافینگ متوسط الان الان نرخ الانو میگم حالا بعدا تغییر میکنه یه کانتینر 20 فوتی که یخچالی نیست معمولیه هیچ چیزی نداره تقریبا 650 700 تومان 750 تومان بستگی داره حالا به نوع کالا هزینه استافینگشه اینو بارچینیه و خورده هزینه های دیگه هم اگه حساب کنیم مثلا قبض باسکو قبض عدد ریز میز حساب کنی یه تومن نمیشه یعنی کل کار شما به یه تومن نمیرسه تو بحث هزینه ترخیص اگر کانتینه یخچالی باشه سمپاشی داشته باشه قرنطینه باشه امثال اینا هزینه تو میشه میشه چون هزینه نگهداری برق هم هم داره من در مورد اون صحبت نمیکنم در مورد کالایی که در یک کانتینر معمولی داره قرار میگیره گفتم تو 20 فوتش که 6 متر طولشه یه تومن میشه اگه 40 فوت باشه 950 هن استافینگش میشه با هزینه خرید میگه آقا یک و 200 نهایتا 1 بیشتر نمیشه پس عددا رو دستتون باشه هزینه کارت بازرگانی چی اگر دلار رو بیاد دلار 18 تومن دلار سامانه نیمایی اعلام کنی نرخی که تو سامانه نیما هست و تعهد ارزی به فرد بگی من با دلار نیمایی بهت میدم و تعهد ارزیشم من خودم میپذیرم برات ایجاد میکنم یعنی به اون دلار بهت پول میدم و تعهد ارزی رو بپذیرید این کسی که داره کارت بازرگانی انجام میده و امور بازرگانی انجام میده یکی دو تا من سه تا من بیشتر نباید از شما بگه یک میلیون دو میلیون سه میلیون بیشتر نباید بگیره حتی بعضی از افراد باید اینو مجانی بگن چون یه قسمت تعهد ارزش شما داری انجام میدی یعنی به نفشه حالا کار ندارم دیگه حالا بوره چقدر تیقش بستگی داره با خودتون ولی میتونین شما حتی کسی پیدا کنین مجانی هم انجام بده کارش براتون چون تعهد ارزش دارین براش انجام میده اون به نفشه اگه تعهد ارزش انجام ندهید اصلا این عدده قابل محاسبه نیست چون امروز امکان پذیر نیست به این شرایط کار کردن خب بعد میاد هزینه تی ای سی، ترمینال هندلینگ شارژ آقا چقدره 165 دلار 20 فوته 250 خورده 260 دلار هم 40 فوته این هزینه تی ای سیه. عددش هم یکسانه دلاریه یکسانه همه جا هستش حالا یه مقدار بالا پایین آقا چند دلار بالا پایین اینا که من کاری ندارم هزینه حمل دریایی باید از کجا بگیریم؟ پس چی شد؟ یه شرکت حمل و نقله. یه شرکت ترخیصگاره که استافینگ اینا رو انجام میده. یه تاجره که امور تجاریتون انجام میده. کارت بازرگانی داره که معمولا کار ترخیصکارا کارت بازرگانی ها کسایی هم دارن که امور بازرگانیشون انجام بدن. چون شما تعهد ارزی انجام میده، همه رقبت دارن باهاتون کار کنن. TAC و هزینه حمل دریایی یا اجاره کانتینر هم از یه شرکت حمل و نقل دریایی یا فورواردر دریایی یا کشیرانی باید قیمت بگیرید پس هر کدوم مجموعه جدایی شدن اولی همون نقل زمینی بود دومی هزینه ترخیص یا شرکت ترخیص کاره هزینه کارت بازرگانی میتونه یه بازرگان جدا باشه یا میتونه خودتون باشه هزینه ندارید میتونه مثلا همون ترخیص کار انجام بده THC و هزینه کشیرانی با شر... هزینه حمل کانتینر یا همسان اینها با شرکت کشیرانی یا فورواردر کشیران یا حمل نقل بین‌المللی دریایی هستش این با این جور شرکت ها ازش باید قیمت این مجموع عددا رو جمع میکنی یه جمع کل هزینه میشه جمع کل هزینه رو تقسیم بر تعداد واحدی که تو کانتینر هست مثلا اگر کالای شما بر اساس متر مربع میگه هزار متر مربع از این کالا وجود داره تقسیم بر هزار میشه عددتون در میاد به قیمت تمام شده در به کارخونه اضافه میکنید میشه قیمت CFR اگر این مثلا بر اساس کیلوگرم تقسیم بر کیلوگرم میکنی اضافه میکنی به قیمت میگیم کیلوگرم اگر بر اساس عدد عدد تقسیم هر چی هستی بر هر واحدی که هست اضافه میکنی قیمت تمام شده تون به دست میاد <تصفح> حالا این قیمت تمام شده رو ما به دست آوردیم اگر بخوایم به صورت بیمه هم بهش اضافه بشه سی آی اف کاست and اینشورنس اند فریت این کاست اینشورنس فریت یعنی من هزینه های بیمه و هم رو دارم پرداخت میکنم در این حالت شما یه بیمه هم بشه داریم آقا بیمه چقدره؟ بستگی داره به کدوم کشور میره در چه زمانی میره؟ ممکنه سه در هزار باشه یا یه درصد یا دو درصد باشه بیشتر از اینها معمولا نیستش بیمه نامه های شرکت های مختلف متف... متفاوته و تعهداتی که دارن میدن متفاوته به خاطر همین نرخاشون هم متفاوت میشه باید ببینیم به کدوم کشور با چه تعهدی با چه شرایطی میره بعد سرویس شام میشه CIF آقا ما میتونیم از بیمه های ایران استفاده کنیم بله میشه استفاده کرد حالا مشاهده شما ممکنه قبول نکنه اما اما اگر قبول کرد میشه انجام داد براش میگه آقا بله من بیمه لوکال میکنم معمولش اینه که در تجارت بین در صادرات اینکه یه شرکت های بیمه بین المللی مثل لویز و امثال اینها بیمه کنن اما چون ما جزء تحریم ها هستیم و این شرکت ها با ما کار نمیکنن ما به لوکال بیمهش میکنیم و تعهد عرض تعهد خسارتش از شرکت بیمه ایران در واقع میپذیریم بیمه های ایرانی میپذیریم اگر زمینی باشه زمینی باشه فقط اینجا THC رو نداریم هزینه حمل دریایی نداریم هزینه حمل دریایی میشه هزینه حمل بین یعنی چی من اگه زمینی میفرستم اصطلاحا میگن سی پی تی کریر پی تو سی پی تی مثلا میخوام بفرستم به روسیه میگم آقا به مسکو میخوام بفرستم به ترکمنستان اینجا یه هزینه خدمت رو از کنم که عملا هزینه همتا بندری وجود نداره یه ماشین میاد در به کارخونه بارگیری میکنه این هزینه حملتونه یه هزینه ترخیص و استافینگ دارین یه هزینه کارت بازرگانی همین سه تا جمعش میشه قیمت سی پی تی شما اگر بیمه بهش اضافه بشه میشه سی آی پی یا کاریر پیتو پی تو اینشورنس کاریر اینشورنس پی تو حالا در واقع این هزینه های بیمه هم جزو هزینه حملتون پرداخت شد پس اگر زمینی بود هزینه تا بنده رو ندارید تی ای سی ندارید هزینه حمل دریایی ندارید اما به جاش یه هزینه یه هزینه حمل تریلی دارید که از درب کارخونه بارگیری میکنه تا محلی که میخواد تخلیه کنه استران تریلی ترانزیته که کار این کار انجام میده حالا اگر در اینجا با این صورت هزینه رو بهتون گفتیم حالا میخوایم بریم در مورد اینکه چجوری با مشتری ارتباط بگیرید. ارتباط گرفتن با مشتری ها یکی از اصولی که شما باید در کارتون در نظر بگیرید ما به عنوان کسی که مشتری ها به ما زنگ میزنن پیام میدن ایمیل میدن امثال اینها مکاتبه میکنن حالا از طرح شتاب یا از هر مسئله باید روش کار اینها رو یاد چون خیلی میان جلسه با من صحبت میکنن آقا من امروز مشتری اومده چجوری باشون ارتباط بگیرم چجوری باشون کار کنم یه تماس تلفنی بگیرید آقا تا تماس تلفنی نگیرید شروع نکردید تماس تلفنی بگیرید من قبلی رو تماس نگرفتم تماس بگیر باز الان جواب نمیده که هیچ دوباره تماس بگیرید چون ممکنه تلفنش اشتباه شده یا خط رو خط شده این مشکلات بین‌المللی ارتباطی اتفاق میفته شما چند بار تماس بگیرید پیامک بدید اگه جواب نداد پس سعی کنید فرد و دو درمان های مختلف باش تماس بگیرید و مطمئن بشید که یا این خط اشتباه کلن یا این مخاطب جوابگو کلن نیستش اگر جوابگو نبود میاد رو روش های دیگه ارتباطی که حالا اونها حال رو تو بحث آموزشی دیگه گفتم حالا موشک تماس تلفنی جواب داد و طبق آموزشی که گفتم باش مذاکره شروع کردین مرحله بعدی تو کشف نیازش کنید و بفهمین که چه نیازی داره این مشتری یعنی نیاز و شناخت مشتری جز مرحله دوم و گام دوم شما هست چی باید بفهمم از مشتری حجم و مقداری که میخواد کیفیت و نوعی که مد نظرشه پورتی که میخواد تخلیه کنه قیمت پیشنهادش سته اولی یعنی حجم و کیفیت و پورت جز ضرورت کاره اما آیدیا ریت یا قیمت پیشنهادی خیلی مهم است حجم یا کوانتیتی کوانتیتی چه مقدار میخواد کوانتیتی حالا گفتم چطوری بپرسید اما دارم بهتون میگم که جزئیات ب... یعنی به صورت کلی یک پار... یک بار اینو مرور کرده باشه کوانتیتی اگر نگه اصلا مذاکره کردن باش بی است من نمیدونم چقدر میخوام مینیمم اوردر تو باید مشخص کنی اگر نگاه بهش بگو آقا من کالام با مینیمم اوردر مثلا 100 تن دارم میدم 20 تن میدم 10 تن میدم مینیمم اوردر من اینقدر یعنی حداقل میخوای سفارش من بدی باید انقدر باشه اگر نگفت پس اگر گفت که هیچی اگر نگا مینیمم اوردر اگر کیفیت یا نوع کالا که میخواد نگفت تو نگفت چی میخوام شما باید بهش بگی آقا من این کالاها رو در دسترس دارم شما کدومش مد نظرته و مینیمم اوردر من اینقدره کدومش رو میخوای پس چی شد نگفت اینو دومی هم نگفت میگی دیگه برده تخلیه رو به شما نگه کلا مشتری سر کاره خلاص دیگه ادامه ندید باشه آقا تو برای کجا میخوای خیلی دیگه اصرار کرد میگه اف او بی قیمت میدم یعنی خیلی اصرار کرد اف او اگرچه مشتری که اف او بخواد واقعا معنی نمیده براش شما به مشتری میگید آقا برای کدوم کشور میخوای این که باید مشخص بشه چه مقداری چه حجم میخوای حالا قیمت نگفت یا قیمت پیشنهادی آیدیا ریت نگفت پس تا پارامتر مهم کوانتیتی کوالیتی که میشد کیفیت پورت اف دیستینیشن یا پورت تخلیه میمونه آیدیا که اگر نگفت تو مکالمه های بعدی باید به دست حالا تو مراحل بعدی به دست بیاد خب اینا رو من به دست آوردم حالا بعد اعتماد کنم اتماسازی چند تا مرحله راهکار داره اول از همه بهترین حالت اعتماد سازی مشتری پاشه بیاد ایران بیاد با شما بره کارخونه ببینه تولیدی ببینه انبار رو ببینه جنس ببینه خیالش هم بشه شما مذاکره معامله کنه تمام خدافظ این بهترین حالتش که خب این اتفاق نمیفته چون رفت آمد و هزینه های صفحه بسیار زیاده و شما نمیتونید درجا بگی بیاد اونم بگه فردا من میام نه نمیاد امارات یا نیست پروازش خیلی راحت باشه خودش مکافات داره گرفتن ویزاش اما وقتی نیسته شما چیکار میکنی میگه آقا من فلان تاریخ کارخونه هستم انبار هستم جس هستم به من ویدیو کال کن ویدیو کال میکنه شما ویدیو کال لحظه نشون میده آقا این جنس من این کالای من این جنس من همه رو میبینه این خط تولید انجام ده. آقا امکانش ندارم من به عنوان کسی که دارم کار میکنم صاحب کارخونه نیستم یا دسترسی به تامین کننده آنچنان ندارم چیکار کنم باید ویدیوهای دیگری در تامین کنی که بتونی این کار رو انجام بده یعنی یه ویدیو دیگه آماده کنید این ویدیو رو در اختیار مشتریتون قرار بدید مثلا به شما میگه آقا من این لیوانو میخوام شما یه فیلم از این لیوان میگیری اسمش هم روی کاغذ نوشی گذاشی رو میز و بهش توضیح میدی این پارامترها چی آقا نمیتونم انگلیسی صحبت کنم فارسی توضیح بدی بعد براش همون تو مت تایپ کن بفرست اما اسمش نوشی عکس یه عکس کاغذ هم نوشی اسمش رو کاغذ نوشی اسم کشورش هم نوشی تاریخ میلادی هم زدی براش فرستادی حتی عکس هم باشه خوبه ویدیو باشه خوبه هر کدوم از اینها هر چقدر ریالتر، واقعیتر و جذابتر باشه مخاطب تحت تاثیر بیشتر قرار میده اعتماد سازی خیلی مهمه رسانه در اعتماد سازی برای اینکه باور کنه شما این کار هستین خیلی مهمه اگر به خوب این کار انجام ندید بی فایده میشه کارتون و کارتون سمر بخش نخواهد بود پس سعی کنی کار حالا بعد من این عکس و ویدیوها و این چیزایی که انجام دادم و چیکارش کنم آیا همه رو بعد از که اینکه با هر مشتری ارتباط گرفتم بنزنم دو نه یه صفحه لینکدین باز کنید لینکدین حالا لینکدین رو جای اسمش نوشتیم اینا که نمیشناسن بیان در مورد تحقیق کنن یه پیج لینکدین درست میکنم داخل این هر ویدئویی که دارم با همون توضیحات قرار میدم حالا ما یه مشتری دیگه از قرار میدم آقا تکراری میشه اما اسم مشتری که متفاوته زمانهای تولیدش که متفاوته بفرستید بذارین تو اون مشتری شما هم به لینک پیج لینکدین تون هم بدین دعوتش کنین اونجا شما رو کانکت بشه سران تو لینکدین میگن کانکت و مثلا توی مثلا توی اینستاگرام میگن فالو فالو بکنه یا کانکت بشه حالا یا این هر دو تا هم میتونن اینستاگرام و لینکدین رو با هم میتونن ولی خب لینکدین خیلی حرفه‌ای تره در لینکدین و اینستاگرام قرار میدید و برای مشتریتون لینکش میفرستید حالا شما بعد از اینکه یه مدتی کار کردین 10 تا فیلم تو این دارین به مشتری که فیلم خودشو میذارید میره داخل میره فیلم های دیگران هم هستش در زمان های مختلف میفهمه شما قدرت کارتون طولانی تره و بهتر میتونید کار کنید این فیلم هم که گرفتید اگر مشتری امروز با شما کار نکرد و زمانی گذشت شما یه مشتری جدید میاد برای اون فیلم می گیرید این فیلم هم برای اونم میفرستید در زیرش توضیح میده چون این مرحله رو پیش بردیم و به قیمتم احتمالا رسید میگه آقا رنج قیمتم اینه و چی شد من اگر فیلم میگرفتم از یه مشتری برای مشتری و با من توافقی نکرد و قیمت قیمتم بهش توافق نکرد یا هر چیزی بهش توافق نکرد بعد از مدتی برای یکی دیگر دارم فیلم میگیرم این فیلمو برای نفر قبلی ها و نفرات قبلی هم میفرستم با یه سری توضیحات که فرد احساس نکنه مثلا یه تبلیغاتی داره اطلاعات بهش میده قیمت و شرط بازار اعلام کنه آقا تامین کننده از رقیب فلان شغل نداری اینها باز هم با شما کار میکنن تامین کننده فکر که تامین کنندن اکثر تریدر هم دارن ترید میکنن اگر شما رو به عنوان تامین کننده خوب ببینن با شما میان کار میکنن پس نگاه کنید تا اعتماد سازی خوب نکردید وارد بحث قیمت دادن نشوید اگر اعتماد سازی خوب پیش نرید و برید تو قیمت مشتری قیمت گرفته نگرفته تو افق محو میشه دیگه هیچی ازش به دست نمیاد هیچ جواب نمیده چون نمیخواد باهاتون کار کنه فقط ازتون قیمت گرفت اما اگه تماسازی خوب پیش رفتید میتونه با شما کار کنه یه نکته این مهم اینجا تو پرانتز بگم همه کسایی که با شما مذاکره میکنن قرار ازتون خرید کنن آقا من ده تا مشکلی میشم که خرید نگه نه اصلا قرار نیست همه خرید کنن قرار نیست امروز از شما خرید کنن قرار چند ماه این کار طول بکشه تجارت من خودم 6 ماه طول کشید ساده رو هم انجام دادم توقعتون چیه؟ سلام علیکم پول بیزه حسابتون نه اینجوری نیستش اینجوری واقعا نیستش مرحله چهار قیمت دادنه اینجا چند مدل میتونه قیمت بده اول از همه رنج قیمت اعلام کنی یعنی بگین این عدد تا این عدد چرا من عددی مثلا عدد خودم از 6 دلار از 50 دلار نیم تا 7 دلار بهش قیمت میدم چرا چون اولا بفهم مشتری چی میخواد بعد بهش میدم میتونه این تغییر کنه به این علت ها حالا بعد یه مقدار هوش اقتصادی به کار ببرید اگر نتونستید هم قیمت خالصونه بدید رنج قیمتی مشتریتون اعلام می‌کنی، مشتری شما وضعیت شما رو می‌شناسه و می‌دونه که بله با این رنج مثلاً حالا می‌فهمین اینجا کشف قیمت می‌کنی. تو مرحله اول نتونستین اینجا کشف قیمت می‌کنی. یعنی قیمت پیشنهادی به شما نداد، اینجا کشف قیمت. با قیمت هم به صورت سی پی تی، سی آی پی، سی اف آر یا سی اف بدین که اینا رو ابتدای بحثم توضیح دادم چهجوری باید حساب کنی. اینها رو به این قیمت بدین. یعنی قیمت در به کارخونه یا اف او بی خیلی ندید. مرحله بعدی شما صب کردن. عجله نکنید، صب کنید. حتماً سریع فکر نکنید با مشتری سلام علیکم با شما معامله می‌کنه. باید صبور باشید بابت مشتری و واقعا خیلی شتاب زده توقع خرید از اونها نداشته باشید و حفظ ارتباط کنید یه سری بحثای بعضی موقع پیش میاد مشتری ها رو مثلا من دیدم مشتری میگه خب الان فصل خرید نیست بذار دو ماه دیگه خب چرا میخوای عقبش بندازی مشتری با هول بدی سریع بخره بعض مثلا بعضی موقع واقعا میگم خودمون داریم مشتریامون رو میندازیم عقب تر خب مشتری سرد میشه میره از یکی دیگه خرید میکنه شما یه هیجانی بهش الان بخره و همش این رو در نظر بگیرید که اگر هلند مشتری رو به سمت خودتون نمیاد خب صبر میکنیم و حفظ ارتباط داریم به همون اخلاق خوب و روشی که داریم بدون هیچ شتابی برنامه این که شش ماه کار کنیم تا بتونیم معامله خوبی انجام بدیم هیچ وقت به دنبال یک ماه دو ماه کار کردن و نتیجه خوب نیستیم صبور هستیم بابت کارمون تا نتیجه همون رو به دست بیاریم امیدوارم که بحث امروز و آموزش امروز بتونه برای شما مفید و موثر واقع بشه فعلا برنامه‌ای که ما داریم شنبه ها ساعت 6 اه... کلاس مجازیه در صفحه پخش زنده بخش ورود به کلاس مجازی هستش حتما از اون بخش استفاده کنید در کلاس مجازی شرکت کنید کلاس مجازی فرصت اینو دارید که سوالاتتون رو مستقیم از خود من بپرسید اونجا چت باکس داره میتونید سوالاتتون رو بپرسید و همه رو بهتون جواب بدن در صورتی که خب حالا تو شرایط دیگه حالا پخش زنده ها و ها این شرایط وجود نداره اینجا حضور پیدا کنید من دو ساعتی همه سوالات جواب میدم و هر سوالی باشه که در توانم باشه بی جواب نمیذارم فرصت استفاده کنید تا انشالله بهتر پیش برید موفق و پیروز باشید خدا نگهدار